کلام خیش را با ستایش خدایی آغاز میکنم که او شایسته ترین است تا در ستایش و برتری و بزرگیش سخن رانده شود. ستایش تنها ویژه چنین خداوندی است که نعمتها ارزانی داشته و سپاس تنها سزاوار اوست که دادهای پنهان عنایت کرده است. که او شایسته ترین است. ثناگوی نعمتهای گسترده‌ای هستم که از آغاز مرحمتشان کرده و عطایای فراوانی که فرو بخشیده و نیکی‌های گسترده‌ای که پی در پی فرو ریخته است. او را می ستایم به خاطر احسان‌هایی که در شماره نگنجد و سپاس از همگی آنها امکان پذیر نباشد و فهم بشر بر گستردگی آنها احاطه ندارد. نعمت‌هایی که خداوند برای تداومشان انسان‌ها را به شکرگزاری بیشتر فراخوانده و آنان را با ریزش چنین احسان‌هایی به فروتنی کشانده و برای فراوانی هرچه بیشتر نعمت‌ها خواسته است تا ستایشگرش باشند و چنین نیکی‌هایی را باز هم درخواست کند. برای فراوانی هرچه بیشتر نعمت‌ها خواسته است تا ستایشگرش باشند. گواهی میدم که به جز خدای یگانه هیچ معبودی نیست و بر یکتایی و لاشریکیش شهادت میدم، شهادتی که خداوند جلوه آن را اخلاص و یکدلی دانست و دلها را گنجینه چنین توحیدی قرار داد و اندیشه را با هر آنچه از توحید قابل درک است روشنی بخشید. خداوندی که دیدگان توانایی تماشایش را ندارند و زبانها یارایی توصیفش را نیافتند و پندارها نیز از فهم و درکش ناتوانند اوست که همه چیز را بدون مادهی پیشین آفریده و در آفریدن آنها از هیچ طرح و نقشه قبلی بهره نبرده است. همه چیز را تنها به قدرت خود هستی بخشیده و به اراده خود پدیدار نموده است، حالان که نه به آفرینش آنها نیازی داشته و نه از صورت بخشی آنها سودی برده است. بلکه مقصودش این بوده تا حکمت و منزلت خود را بنمایاند و آفریدگان را بر اطاعت خیش بیاگاهاند و توانایی خیش را آشکار سازد و مردمان را به پروردگار خیش رهنمون سازد و خلایق را به عبادت خود بخواند و دعوت خیش را استحکام بخشد. آنگاه برای اطاعت از خیش پاداش و برای نافرمانی از خود کیفر مقدر فرمود تا فرمان برداران از خشم و رنج خداوندی دوری گزیده و به سوی بهشت او فراخوانده شوند. لولا لما خلقت الافلاک قدر تو مجهول است از ادران یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه جان. مؤمن در حالت آرمانی اینجوریست، وقتی میگن المؤمن و ینظر به نور الله، در حالت آرمانی مؤمن، یعنی شما، یعنی هر کسی که مؤمن است، همه کسایی که از نظر شما خیلی مؤمنن، اینا وقتی خیلی آرمانی میشن یغضب لغضب الله و یرضا لرضا الله. تازه این ادعاست که بگیم مثلا سلمان، مثلا مقداد، مثلا ابیذر غفاری، اینها انقدر در درگاه الهی مقرب بودند و انقدر درجات ایمانیشون بالا بود، وقتی میدونستن یه چیزی مصداق رضایت الهیست اونها نسبت بهش رضایت داشتن، وقتی میدونستن یه چیزی مصداق سخط الهیست اونها نسبت بهش غضب و سخط داشتن. غیر از این نیست که در مورد از صدیقه قصه برعکسه. یعنی چی؟ یعنی خداوند پیچ رضا و سخطش رو از صدیقه تنظیم میکنه. اجازه میخوام یک روایت بسیار مشهور رو برای شما بخوانم. اینا منابع روایته، حالا این روایت اینقدر معروفه و اینقدر منابع شیعی داره، چرا اینا رو خوندم از منابع سنت؟ رفقای جوانتر یه جا صحبت شد میگن فکر کنم خیلی سند سنی هم داره، همین مقدار کفایت میکنه.
کنز العمال از متقی هندی جلد 12 صفحه 111. حاکم نیشابوری در المستدرک و علی الصحیحه. ابن عجب در السوائق المحرزه. نورالدین هیثمی در مجمع الزوائد. طبری در ذخایر العقبا. ابن حجر در الاصابه فی تمییز الصحابه. عز الدین ابن عثیر در اصول الغابه فی معرفت الصحابه. و شمس الدین ذهبی که بهش میگن امام ذهبی در میزان الاعتدال. روایت یک جمله است، همه هم شنیدن. بسم الله الرحمن الرحیم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. فکر کنم که کسی نباشه بچه شیعه که این روایت رو نشنیده باشه. اما اجازه بدید بنده به سلیقه خودم این رو بازگردان کنم به فارسی. همان و خداوند تبارک و تعالی غضب می کند هنگامی که فاطمه غضب می کند و راضی می شود هنگامی که فاطمه راضی می شود. بعضی ها میگن اصلا غضب ائمه علیهم السلام یه جور فقط تلنگره که طرف بره درست شه. خب اوکی درست نشد چی؟ نه دیگه، اونها منبع نورن. میگه خب درست نشدی به جهنم، ولی بازم لبخند بزنیم انرژی مثبت. این نیست. دختر رحمت للعالمین نباید از هیچی برنجه. نمیشه صدیقه طاهره رو چیزی ناراحت کنه از هر جنسی. یعنی آیا خداوند سخط نداره؟ آیا خداوند خشم نداره؟ آیا خداوند چیزی نیست که رضایتش در اون نباشد؟ آیا چیزی نیست که موجب بشود انجام آن چیز، فکر کردن با آن چیز، محقق شدن آن چیز، خداوند غضب کنه و خشمش رو نازل کنه؟ بهترین مثالش عذابهای امم پیشین، عذاب قوم عاد و هود، قوم ثمود و و و و و چیزهایی که در قرآن آمد. اینها هم نصوص قطعی و دلاله هستن و هم آیات قرآنن که یعنی قطعی صدورن، یعنی نه در دلالتشون نه در سندشون محل شک و شبهه نیست. عذابهایی که خداوند بر امم پیشین نازل کرده کفایت میکند برای این که بگویم خداوند با یک سازکاری خشمگین میشه و این خشم رو ابراز میکنه در این دنیا ها. یعنی قیامت رو که دیگه هممون انشالله لغت بلدیم، عذاب، نار. من بحثم این دنیاست. این روایت که خوندیم این روایت باید معنا داشته باشه یا یک کلام لغوه. اگر 50% این روایت هرگز مصداق نداشته باشه، شما میتونی به گویندش بگی لغو گفتی؟ بله. یعنی اساسا اگر سخطی وجود نداشته باشه، آیا کلام خاتم النبیین نستجیر بالله لغو نیست؟ قطعا لغو نیست، غیر حکیمان است. وقتی میگوید و یغضب لغضب فاطمه، یعنی فاطمه غضبناک میشود در جاهایی. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. اوج محبت خلاصه رحمت، زیر سایش باشی به خدا سعادت. و تسلیم به چادر بانو، و تسلیم به چادر بانو، و تسلیم به چادر بانو. ای مردم، ای مردم، بدانید اگر امامت ما را میپذیرفتید دچار تفرقه نمیشدید، دچار تفرقه نمیشدید. بر آستان جملاتی چون خطبه فتک که می ایستی، بر آستانه خورشید ظهور ایستاده ای به انتظار.